برای بررسی طرح مهاجرتی جدید جمهوری اسلامی همکارم محسن محیمنی اینجا همراه من چه جزئیاتی داره این طرح محسن خب که مجلس داره الان بعد سالها رها کردن حوزه مهاجرت واردش میشه تا به قول خودشون ساماندهی بکنن همونجوری که اسم این طرح هست چند بعد داره یکی اینکه میگن دیگه اقامت دائم برای اتباع خارجی در ایران نخواهیم داشت اگر این طرح تصویب بشه اقامت ها یک سه یا هفت ساله میشه از طرف دیگه میگن که کارت های اقامتی به افراد داده میشه که خب قابل جن نیست و این افراد باید این رو نگه دارن تا زمان اتمام زمان اقامتشون مسئله دیگه اینه که در کنار این سیاست های دیگه ای داره انجام میشه سازمان ملی مهاجرت تشکیل داده دولت جمهوری اسلامی از طرفی همونجوری که ویدئوی رادان رو دیدیم سیاست های پلیسی برخورد و شناسایی اتبار رو دارن پیش میبرن تا اونا رو چیزی که گفتن حداقل امسال دو میلیون یعنی در عرض شش ماه میخوان بیش از یک میلیون و هزار نفر به خصوص از اتباع افغانستان رو از ایران خارج بکنند در مجموع سیاست های جمهوری اسلامی در حوزه مهاجرت میشه گفت که ابهام و تناقض داره رها کرده بودن سالها این رو باعث چی شد باعث شد که از طرفی هم حقوق خود اتباع به خصوص افغانستان در ایران ضایع بشه ممکنه کالاهایی بهشون نرسیده جلو حق تحصیلشون رو گرفتن در جاهای برخورد و در واقع مقابله خشونت‌آمیز با اونها انجام شد در طرف دیگه خود شهروندان ایران هم گلایه دارن که حقوق ما داره ضایع میشه این کشور و دولت امکانات کافی رو برای ما تامین نمیکنه معاشات ما رو تامین نمیکنه داره مهاجران رو وارد کشور میکنه و ما هم به مشکل خوردیم سیاست های جمهوری اسلامی از طرف دیگه ایدئولوژی که راجع به افسایش جمعیت راجع به اینکه از کدوم کشورها اطباشون رو بیارن وقتی به افغانستان میرسه که میخوان اونها رو در جنگ های خارجی یا تهاجومات منطقه‌ای استفاده بکنن اونها رو وارد وارد ولی بعد به این فکر نمیکنن که چه عواقبی در جمهوری اسلامی داره از افزایش جرائم یا خشونت ها یا در واقع مشکل دولت در تامین معیشت مردم میشه گفت که الان هم ابهام وجود داره حتی بر سر اینکه چه تعداد مهاجر به صورت قانونی و غیر قانونی در ایران وجود داره مرکز آمار چیزی زیر 5 میلیون میگه نمایندای مجلس 10 میلیون رو گفتن 15 میلیون رو گفتن و الان بعد سالها رها کردن این موضوع به اینجا رسیدن که به مردم 110 رو اعلام بکنن بگن مهاجران افغانستان اتباع افغانستان رو کجا میبینید به ما زنگ بزنید بیایم اینها رو بازداشت کنیم و اخراج بکنیم خب این طرح هم اگه اجرا بخواد بشه هم نیاز به پشتوانه اجتماعی و اجرایی داره همین که جزئیاتش مشخص بشه به چه شکل میخوان برخورد امنیتی بکنن با خشونت اینها رو اخراج بکنن ساماندهی بکنن ثبت نام بکنن اینها در این طرح پیش بینی نشده و احتمالا به جای اینکه به ساماندهی ختم بشه اگر این ابهامات بخواد وجود داشته باشه مشکلات و عواقب دیگه ای داره یکی از اونها اینه که این طرح فقط راجع به افغانستان نیست راجع به کشورهای دیگه هم هست که خب جمهوری اسلامی با اطباء دیگه که اومدن مهاجرت یا اقامت دائم گرفتن از کشور مثل لهستان به صورت مثال میخواد با اینها چیکار بکنه میخواد اقامت دائمشون رو لغو بکنه بنابراین طرح بسیار مبهمه و مشخص مشخص نیست چه عواقبی خواهد داشت ممنون از توضیحاتت محسن مهمانی همکارمون